اول اینجایی که میخوام راجبش حرف بزنم معروفه به باغ سنگی و اینکه دقیقا چه اتفاقی توی این باغ افتاده و چرا این باغ به شکلی در اومده که امروز هست یه افسانه است و با اینکه خیلی تئوریهای مختلفی راجبش دارن هیچکی مطمئن نیست که دقیقا چه اتفاقی افتاده. این باغ توی سیرجان توی شهری توی جنوب غربی کرمان واقع شده که کلا هم جاذبه های زیادی داره. کلا تمام این شهرهایی که راجبش حرف میزنم جاذبه های زیادی داره و جاهای قشنگی هن. اما خب بعضی جاها هم جاذبه های وحشتناک جالبی هست و باغ سنگ متعلق به شخصی بوده که الان دیگه زنده نیست. این شخص اسمش درویش خان اسفندیارپور بوده. درویش خان ناشنوا و لال بوده و در اطراف این منطقه زمین های کشاورزی داشته که توی اونا کار میکرده. البته بعضی ها میگن که درویش خان چوپون هم بوده و نمیدونن که دقیقا چرا لقب خان توی اسمش بوده. آیا از خانواده مهمی توی اون شهر بوده یا آیا بعد یه مدت مردم شروع میکنن به این لقب بهش دادن؟ و درویش خان عاشق کشاورزی یا زمین‌های کشاورزیش بوده. حتی تو عکسای آخری که ازش وجود داره یه مرد پیر با ریش سفیده که هنوز توی همین مناطق زندگی می‌کرده با اینکه یه اتفاق خیلی وحشتناک برای زمین‌های کشاورزیش می‌افته. توی سال 1340 به دلیل اصلاحات ارضی درویش خان تمام زمین‌های کشاورزیشو از دست میده و اون که تمام زندگیشو گذاشته بوده برای این زمین‌ها و این زمین‌ها عشقش بوده خیلی خیلی عذاب میکشه از این موضوع و بعد از مدتی قصه خوردن یه روز از خواب پا میشه و شروع میکنه یه کار خیلی عجیب انجام دادن. اون پا میشه و زمین کشاورزیشو نگاه میکنه که خشک شده بوده و درختاش هم خشک شده بودن و شروع میکنه یه حفره های خیلی عمیق و بزرگ و توی این زمین های خشک کندن. اون این کارو ادامه میده و ادامه میده تا اینکه 180 تا چاله توی این زمینا میکنه و بعد شروع میکنه درختای خشک شدهشو توی دونه دونه این چاله ها کاشتن. اما اینجاست که داستان عجیب تر میشه. بعد از این درویش خان تصمیم میگیره که یه کاری کنه که این درخت ها میوه بدن. اما چی جوری؟ خب بعد بهتون بگم که درویش خان شروع میکنه یک سری سنگ های حفره دار رو آویزون کردن از شاخه این درخت ها به عنوان میوه و به عنوان نشانه اعتراضش. و انقدر این کار رو ادامه داد تا 1000 متر زمین با درختای بزرگ خشک که ازشون سنگهایی مثل میوه آویزونه شکل گرفت که این منظره یه جو خیلی غریب و هولناکی به این صحرا داده. و میگن که بعد از اون درویش خان تا زمان مرگش هر وقت که یه اتفاق ناراحت کننده توی زندگیش میافتاد یه میوه دیگه یعنی سنگ دیگه به این درخت رو آویزون میکرد. مثلا وقتی که یکی از عزیزانش میمرد. و میگن که از اون به بعد درویش خان خیلی خوشحال بود. چرا اصلا چی شد که یه روز درویش خان از خواب پا شد و تصمیم گرفت که این کار را انجام بده؟ خب آدمای محلی اون محل تئوریای مختلفی راجع به این موضوع دارن. بعضیا میگن که دلیلی که درویش خان این کار را انجام داده اینه که شب قبلش توی خواب یه باغ سنگی رو میبینه و وقتی بیدار میشه تصمیم میگیره که خوابش رو به واقعیت تبدیل بکنه. افراد دیگه هستن که اعتقاد دارن که غم از دست دادن زمین‌های کشاورزی درویش خان انقدر بهش فشار میاره تا بالاخره به جنون میرسه و این کارا از روی جنونش انجام میده. و حتی خانواده درویش خانم با این تئوری موافق بودن، اما از اونجایی که کرولال بوده و نمیتونسته درست منظورشو برسونه هیچ وقت تا به امروز هیچ کس نفهمیده که واقعا چرا تصمیم میگیره که باغ سنگو درست بکنه.